یک مقام ارشد شورای عالی صلح دیروز گفت که تقابل دیدگاه میان حکومت و طالبان درباره صلح خطرناک است. معاون شورای عالی صلح هشدار می‌دهد که اگر حکومت و طالبان با پیش شرط‌هایشان در برابر آتش بس و صلح رویارویی کنند، جنگ ها ادامه خواهد یافت. همزمان با اعلام رد آتش بس موقت از سوی گروه طالبان، این گروه دوشنبه شب بر چندین ولسوالی در کشور حمله کرده است. رد تصمیم آتش بس موقت از سوی طالبان و تاکید حکومت بر آتش بس همچون پیش شرط برای آغاز گفتگوهای میان افغانی ظاهرا روند صلح را پیچیده تر ساخته است. چنانکه عبدالسلام ضعیف سفیر دوره طالبان در اسلام آباد در صفحه توییترش چارچوب صلح را شکننده می داند و می گوید که به علت بی‌اعتمادی ها و رفتارهای دشمنانه احتمال مختل شدن این روند وجود دارد. با سلام و وقت شما بخیر به برنامه صلح، با من محمد میلاد کمال خوش آمدید. مهمان ما در این برنامه آقای سید نقیب الله هاشمی، وکیل پیشین شورای ولایتی کابل با ما هستند و بیشتر صحبت میکنیم پیرامون صلح و شکنندگی های آن. آقای نقیب الله خیلی خوش آمدید به برنامه. شکر، زنده باشید. چی فکر میکنین علت در چی است که طالبان یادآوری میکنن که اونا آماده آتش بس با حکومت افغانستان نیستن و در بود دیگه معاون شورای عالی صلح میگه که احتمال شکنندگی خیلی بزرگ در پروسه صلح وجود داره؟ به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم تلویزیون مردم شریف نجیب افغانستان. ابتدا میخوایم که دی 24 ساعت گذشته تعداد از هموطنان ما، شما چی در اردو عزیز یا پلیس یا اردو امنیت ملی بودن، جام شیرین شهادت نوشیدن، از الله میخوایم که الله مغفرت اونا رو کنه، بیشتر بر این نصیبشان کنه. و این در ولایت های قندوز و تخار و بغلان و راه های مزار شریف بودن که تعداد زیاد از هموطنان ما شهید شدن، از الله برشون مغفرت میخوایم. ای که جنگ ادامه پیدا کنه، بی باوری ها باشه، ما در 24 سال اینقدر تلفات میدیم، چی فکر میکنیم که اگر آتش بس نشه و به طرف صلح ما نزدیک نشیم، قدم های و گام های ما استوار نباشه، پس خامه ها ما تلفات میبینیم. این که شما پرسان کردیم که چی حیلت است که ما به طرف صلح نمیریم، چند چیز ما میگم که ای کاش ای رو میداشتیم. یک، ای کاش آغازگر صلح ما میبینیم، یعنی حکومت آغازگر صلح میبود. ای کاش طرح و برنامه از طرف حکومت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان پیشکش میشد. ای کاش یک اجماع سیاسی از داخل کشور ما میداشتیم که پیشکش میکردیم در اونجا. ای کاش به زمانی که ایره ما پیش میکردیم اجماع ملی پیشنهادات و به آتش بس میرسیدیم و اعلام میکردیم که با وجود اختلاف ها، نفاق های داخلی، ما با هم جور هستیم، ما منافع کشور خدا بر هر چیز ترجیح میدیم، دیگر به خارجی ها نیاز نیست. ای رای چی بود؟ مردی، غیرت، افغانیت، اسلامیت، وطن دوستی، هر چی بود که ما ایره میکنیم. مگر بدبختانه ما اصلا آغازگر صلح نیستیم. دمی میز شما شاید یک هفته قبل گفته باشم که اگر دا بار دیگه کششتن خلیلزاد 20 بار نشست کنن، ما به طرف صلح نمیریم، به خاطر که این صلح نیست. اونجا مسئله منافع کشور آمد راست، ام منافع پاکستان، ام منافع امریکا، ام منافع کشورهای دیگه که در تقابل با امریکا قرار دارن. پس وقت کنا در منافع خود غور کنن، او را به طرف صلح ما نمیریم. فقط زیای وقت کوشش که ما رفته میریم. اگر ما طرح ما پیش میکردیم، سیستم ایجاد میکردیم، یک اجماع ملی داخلی را تشکیل میدادیم، امروز طالبا به هیچ گونه نمیتونست که رد کنن که ما آتش بستم. حالا چرا اجماع داخلی صورت نگرفت؟ چند نلت یک، بیا این تابال ما ندانستیم که کیها ما را میجنگانن، یک سال از این فکر نکنیم. دو، عامل جنگ کیها هست، والا اگر تابال تفکیکش کردیم، اگر حکومت باشه مکمل از این طرف ما پاکستان میگیم، از اون طرف اگر طالبان میگه عامل جنگ امریکاست، مگر ما بیادر یکی دیگر ما در وین همه کسیم. تابال عامل جنگ ما پیدا نکنیم. نقطه دوم، پیدا نکردیم که موانع صلح کی است، کی برای صلح موانع ایجاد میکنن. دیگر تابال ما حداقل درک نکردیم که بهره جنگ کی میگیره. هر زمانی که سیاسون ما ایره بدانه که ای طالب است، حکومت است یا امریکاست، یعنی موانع صلح کی است، بهره کی از این جنگ میگیره، خب بس میدانیم که ما بهره جنگ
کشورهای امسایه جمع امریکا میگیره. اما چوب سوخت از جنگ ما هستیم، چرا از فرصت استفاده نمیکنیم؟ اگر ما از فرصت استفاده کرده بتانیم جریان‌های سیاسی ما مکمل پروسه را تعقیب کنند، در اونجا جریان‌هایی که مانی صلح هست او را آیسته صدر را برز واقعیش دارند، در اون صورت ما میتونیم که به طرف صلح بریم و جلو کسانی که موانی هستن ما بگیریم. در غیر از اون صلح در انسان است، یا پاکستان یا امریکا یا کسایی که بالای قدرت هستند، چه در سطوحات طالبان هستند چه در سطوحات حکومت هستند، صلح در گروگان گرفتن. اگر چیزی که منافع از اینا بود امضا میکنن به طرف صلح میرن، اما آتش بس میکنن، اما موافقنامه را امضا میکنن. اگر صلح به خواست از اینا نبود، منافع از اینا در خطر بود، پشت منافع ملی نمیگردن، بس او را حداقل امضا نمیکنن و مانع قرار میدن. حالی که ده بار امریکا شما ببینید چه مشکل است که از صلح ما یک معما ساختن، چه مشکل است که از جنگ ما یک معما ساختن، چه مشکل است که انتخابات ما یک معما است، چه مشکل است که آلودگی هوای ما یک معما است، چه مشکل است که برق ما یک معما است که در پایتخت کابل ما صاحب برق نشیم. اینی هر چیز ما یک معما بردنش، تنها صلح ما نیست. چه کسی این همه را در معما برده؟ فقط کسانی که صاحب قدرت هستند، یک هم داخلی هم خارجی. خارجی پاکستان به هیچ وجه تا آخرین قدرت خود نمیخواهد که حکومت قیوم مرکزی ما داشته باشه. مسئله آبهای افغانستان است، مسئله اقتصاد از اون است که زمرای ترانزیت اقتصاد خود بلند میبره و همچنان مسئله خط دیارم است. ایران حاضر قیاس ای امسایه ما. دوم روسیه به خاطر از اینکه امریکا اینجا یک پایگاه ایجاد کرده و مخالف از پایگاه قرار بگیره و یک زمانی که روس ها اینجا آمده بودند امریکا تانست که مانی از اینا قرار بگیره و اینا با تلفات بسیار زیاد از افغانستان خارج شدن، میخواد که قصد و کفت ازور بگیره، پس یا میتونه معاون صلح ما باشه. دیگر نقطه اساسی که خود امریکا حالا استقبالی که وجود داره، مثلا همین روسیه، ایران و حتی پاکستان از صلح افغانستان استقبال کردن. تنها وزیر خارجه ایران بود که گفت باید در این پروسه حکومت افغانستان هم سهیم باشه. شما باور کنید که اگر وا استقبال میکردن تا الحال جنگ ما دوام نمیکرد، اگر صلح ما را حمایت میکردن، پشتیبانی میکردن، میخواستن که ما یک حکومت قوی و مرکزی داشته باشیم، تا الحال نمیبود که جنگ 18 سال یا 19 سال با وجود قوای ناتو دوام کنه و تا الحال نمیشد که مخالفین ما که از افغانستان بالکل خلاص شده بودن اونا پس 50-60 سال. یعنی میگیم به شکل ظاهری فقط یادآوری میکنن، فقط اگر امریکاست واللهی ظاهر قضیه را سلب میکنن، میبینن که منافعی در کدام نقطه است. اگر روسیه ظاهر قضیه را، اگر پاکستان، ایران ظاهر قضیه است، بس اگر ما میخوایم باز اعلام میکنم تا زمانی که ما خود ما طرح و برنامه صلح را جور نکنیم، تا زمانی که ما یک اجماع ملی سیاسون خود که فرا ملی باشه، بسته بسته کل افغانستان باشه، ما استفاده نکنیم، تا زمانی که ما یک دیگر در آغوش نگیریم، تا دیگری که گذشته ها را فراموش نکنیم، بیاییم در مسائل انتخابات ما، مسئله هر چیزی که ما میشه، هر مشکل داریم با یکی دیگر داریم، باید ما یک رقابت سالم داشته باشیم. کل کشورها احزاب سیاسی دارن، سیاسون دارن، در رقابت های منطقه‌ای مملکتی در بین خود پیش خودش در کار خود روان است، اما بحث منافع کشورش وقتی که ما تمام سیاسون سیاب یک جای زیر یک چتر مسئله. از طرح یادواری کردین حکومت افغانستان یک طرح هفت مدعی را پیشنهاد کرد بر سازمان ملل، امریکا و حتی بر جهانیان منتشر ساخت. آیا این طرح طرح جامعی نیست بر چنین وضعیت اصلا؟ بسیار خوب است. چه خوب یک زیبا قانون اساسی ما داریم، هیچ تخطی نیست. اگر تطبیق شود بالکل گل گذار است. خود تطبیق ما نتونسته مشکل، یعنی میگن قابل تطبیق نیست. اینا طرح جور کردن، طرح را تعقیب نمی کنن، طرح مستمر و دوامدار نیست. اگر طرح را جور کرده بودن امروز باید اعطای ما پاکستان هم میرفت، امریکا هم میرفت، ایران هم میرفت، روسیه هم میرفت، اونا را مادار بساخت که از صلح ما حمایت کنند. تحت ما جور کردیم، تحرکی تطبیق میتونه، یک مدیر کار داره، مدیر از این تحرکی است. آیا ما تانستیم که یک آیت که مذاکره کننده باشه تا بالا بوده معرفی کردیم؟ نتانستیم. پس تر وقتی که روی کاغذ جور میکنیم اینی کاغذ تحرک است، ما باید کسی باشه که پیش رو بره، این تعقیب کنه، یک مدیر کار داره، یک گرداننده کار داره. پس ار زمانی که تر همون جور کرده بودیم در مقابل تر هم مسئولیت میدادیم به کی؟ به کسانی که یک آیت مذاکره کنندی بسیار قوی می بود که سیاسونی کشور ما می بود،
علمای کشور ما باید می بودند اینجا، استادای پوانتون ما دایی می بودند، بزرگان قوم ما دایی می بودند، هر کس دایی خود می دید. وقتی که یک تعداد مختص ساخته بودند، مسئولیت می دادند، مسئولیت باصلاحیت، یعنی هم مسئولیت می دادند، هم اختیارات عام تام. شما برین فیصله کنید. اگر حکومت در جای ملامت بود، حکومت باید بگن که شما ملامت هستید، سلام علیکم. اگر طالبان ملامت بود، طالبان رو برش میکشید بروش که نظر به اینی دلیل شواهد قانون شما ملامت هستید. دو طرف صلح می آید. ببینید صلح کی میکنه؟ صلح میانجی میکنه. چیزی ما از خودتان بشنوه، از ما بشنوه. آدم میانجی از شما چیزی که مکاست میکشه، از ما میکشه، ما به طرف صلح میریم. امریکا میانجی خوب نیست در چنین وضعیت. امریکا اگر میانجی میبود در طول 18 سال جنگ ما دوام نمیکرد. ما یک سوال مثلا میبود. تلاش آقای خلیلزاد در ظرف یک سال آیا کافی نبوده؟ ببینیم تلاش همی بود که این بار چهارم شاید مذاکره شد و شاید یک نو ما مذاکره کردن، بار اول کاملا که یک امریکایی کشته شد. شما دیده نو ما مذاکره کردن، نو بار پشت درهای بسته، هر بار شش روز، هفت روز، هشت روز. فقط سر دو چیز بحثشان بود: یک، اخراج نیروهای خارجی، افغانستان تهدید بر از اونها نباشد. در نو ما مذاکره فقط سر این دو بحث میشه. یک و بعد از نو ما یک امریکایی کشته میره، آیا منافی هم نیست؟ از ما روز 100 نفر پیشتر که ما شهادت از نارو گفتم الله قبول کنه. ببینین در این ظرف 24 ساعت از 50 نفر بالاتر ما تنها در دو خط جنگ کشته شده. یکی در کلش حساب کنی از 200 بالاتر است. از ما پرسانگر و بازسازگر ندارد، اما یک امریکایی در چهارو یاد رفت کشته شد. شما دیدین که گفت مذاکرات مرده، متوقف ساخت، اگر بخوایم صلح میارم 1 میلیون یا 10 میلیون افغان دارم میکشم. بعد از او مذاکرات از بین رفت. باز وساطت شما دیدین اگر به یاد داشته باشین که باز مذاکرات شروع کردن. کل دنیا گفت مذاکرات است، برای شما شاید در اینجا جلسان دیگه من گفتم اینا آمدن زیر کاسن میکسیز برنامه دیگه دارن. دیدی که مذاکرات اصل نبود. نه امریکا صادق نیست. ببین دو خارجی رو خلاص کردن، جمع 3 نفر از طالبا خلاص کردن. اونجا من به خاطر رهایی دو استاد پانتون امریکایی اومده بودن. بار سوم باز شروع کردن، بگرام انفجار شد. شما دیدین که با مذاکرات توقف دادن تا الهال بال چهارم بحث میکنن سر ازی که بانی که آتش بس با ما کنن. در چنین وضعیت پیش شرط را که پیشنهاد شده از سوی حکومت افغانستان و حتی شورای عالی صلح یادآوری میکنه که این پیش شرط ها بین طالبا و حکومت افغانستان میتونه این پروسه را کاملا مختل بسازه. مثلا حکومت میگه که باید طالبا اول آتش بس بکنن، بعد از او حاضر است گفتگوهای بین الافغانی داشته باشه. در چنین وضعیت ایجاد یک پیش شرط دلیل منطقی است؟ خب این پیش شرط آتش بس از حکومت نیست، ای از فرد افغان است. این هر افغان قبول میکنه که اگر برای 2 روز آتش بس شد، روز 200-400 نفر افغان ما مرگ نجات بکنه. اما طالبا قبول نداره. امیر برطان میگه بی بی طالبا چرا قبول نداره؟ طالبا بی باور با امریکای هست، میگه اونا صادق نیستن، اونا راستکار نیستن. این زیادی وقت میکنن. اگر ما آتش بس کنیم قوات های خواهد شاید تقویه کنن، شاید اگر بیمار هستن چرا گفتگو را ادامه میدن؟ یک چیز است، تا زمانه که مذاکرات بین الافغانی آغاز نشه، ما یکی دیگر را عفو نکنیم، یکی دیگر را در آغوش نگیریم، یکی دیگر با وجود تمام انکاسی ها هم از طرف حکومت هم از طرف طالبا یکی دیگر نپذیریم، ما به طرف اصل نمیریم، امریکا منافع خود را دنبال میکنن. طالبا چی میگن؟ طالبا میگن شما توافق نامه را امضا کنین که ما از آکر ما مبره مکمل تضمین به تن جامعه جهانی. من در اون صورت باز میتونم که کنم. در غیر از او اگر این شما امضا نکنید، من آتش بس کنم 1 روز 2 روز 10 روز و بی باور بیستم که این یکی جنگ حکومت است، حکومت بر حال خود است، بپای است، یکی جنگی چریکی گیره لیست و میترسن که اگر 10 روز شد 10 روز شاید دست و فوف از اونا کار شد. اکثرت از اونا را اینا ببافه، وقتی که اینا از جنگ اعلام کردن پس اینا رو باز وادار ساخته نمیتونن که پس بره. یعنی احتمال از این وجود داره که در ظرف آتش بس یا در مدت زمان آتش بس یک عده از طالبان بپیوندن به حکومت و یا یکی از جنگ دست بکشن. هیچ شک نیست. شما دیدین که در 3 روز آتش بس که در ایت شد، شما دیدین که خلط شدن یک جای که دیگر دیدن، بسیار تخیلات آمد، بسیار مردم آمدن در کابل. عالم اگر اونا میگن که من آتش بس کنم زیای وقت است، برای ما یک مشکل ایجاد نشه، پس به می خاطر آتش بس نمیکنم. من بازم تکرار میکنم، تا زمانی که پروسه صلح بین الافغانی نسازیم، ما افغانی ها در هم مذاکره نکنیم، هم حکومت هم طالب هم سیاسیون کشور، در ابد از طرف کسان دیگه که باشه نمیشه. باز مثال دیگه براتون میتونم، کنفرانس 3 جانبه چه مدت دوام کرد؟ چندین بار مجالس کرد، امریکا، پاکستان، افغانستان. کنفرانس 4 جانبه که ایران با اونا و چین شریک بود، با اینا
25 کشور جمع سه سازمان بسیار قوی دمی کابل جمع چند جای دیگه مذاکرات کردن، نتیجه نداد. پس صلحی که از طرف خارجی ها پیشکش شده اون نمیگیره. از زمانی که ما یک تیم مذاکره کننده قوی بسیار ماجور کردیم، بعد از اینکه تیم ماجور شد طرح ماجور کردیم، امیر مذاکره کننده را تعیین کردیم، با طالبان پیشکش کردیم که صاحب شما هستین، شما باشین صاحب ما باشین، ما هستیم اوربند میشه. بعد از او ضرورت نیست که در قطر ما مذاکره کنیم، میتونیم در لوگر ما بشینیم، میتونیم در میدان شهر بشینیم، میتونیم ما در بدخشان بشینیم، در اون صورت ما میتونیم. در غیر از او اگر ما در ضرورت بشینیم که امریکا بر ما سلام میره در بد نمیره، در تقابل با کشور دیگه قرار داره، منافع خود ببینن نمیشه. بهترین چیز که خواهش من است یک افغان، من است یک مسلمان است که ما همدیگر را بپذیریم، یک اجماع ملی باید که تمام اقشار ملت در نظر باشه بسازیم و این طرح پیشنهاد به طالبا کنیم، طالبا جغرافی خود، حکومت در جغرافی خود، بالاخره بیتونیم که در افغانستان مذاکرات خود پیش بریم. علمای جهل ما میتونه که سبب قناعت از اونها شه، از اون طرف کسایی باشه میتونه سبب قناعت حکومت شه. سپاس از شما بنده های عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدین بینده های عزیز. آقای هاشمی، چی فکر میکنین اگر طالبان افغانستان بیاین به پروسه صلح بپیوندن و جنگ در افغانستان اتمام پیدا بکنه، تحریک دیگه وجود داره مثل طالبان پاکستانی و گروه داعش، آینده این دو گروه چگونه خواهد شد؟ اگر مذاکرات بین الافغانی شود، طرح و برنامه صلح ما افغانات تحریزی کنیم و بریزیم و این را تعقیب کنیم، باز امکان گروه دیگه نمیشه، به خاطر که تضمین گرفته میشه هم از امریکا، هم از پاکستان، هم روسیه، هم ایران. کشورهای دیگه در اینجا منافع و زیان خود نمیبینه. اما اگر صلح از طرف امریکا تضمین شده، شما بدانین که در او صورت او صلح پایدار نیست. همچون یک حادثت ما دهی افتاد با شما دیدیم. مثلا صلح را آوردن برای ما، حکومت 3 ماهه برای ما جور کردن، باز حکومت 6 ماهه برای ما جور کردن، باز بالاخره جنگ های داخلی دادن. اردوی منظم قوی که به ما مردم عزیز افغانستان مانده بود، اردو از هم پاشیدن. چه کسی این اردو رو پاشوند؟ ببین، کسانی که امو کنفرانس ها رو جور کردن، کسانی که امو کنفرانس بنا جور کردن، تمام مردم داخل نساختن، آلت را سر ما آوردن که امو اردوی منظم خلاص کن. حالا اگر در غیاب افغان ها که مذاکرات بین افغانی نمی باشه، اونا با مذاکره در اونجا میکنن و ما خبر نمی باشین افغانا، زیر کاسه نیم کاسه میشن. مثال پشت پرده چیز دیگه است، روی پرده چیز دیگه است. شاید اگر بیرق سفیر را تا کنن، بیرق سیار را تقویه کنن و بالاخره ما رو به طرف مخانه جنگی ها برن و سبب پاشان اردا میشن. بعض دیست که ما چی رقم صلح میخوایم، اگر افغانا داخل باشن در حوض نمیخوایم که نظام محزم پاشان شن. امروز به خون هزارا هموطن عزیز ما این نظام جور شده، اگر اردوست، اگر پلیس است، اگر امنیت است، امین نظام است که ما شما سیش هستیم. اما ما میخواییم که در راست اگر تحلیلات میان مشکل ایج برای ما نیست. نه مردم عاشق رئیس جمهور غنی است، نه عاشق ایبت الله است، نه عاشق احمد محمود است. مردم عاشق صلح است. هر کسی که افغان باشه، از هر قوم نژاد افغان که باشه، میپذیرش به صورت که برای اگر طالبا بیاین و پروسه صلح، آینده داعش و گروه تحریک طالبان پاکستانی چگونه میشه؟ آیا طالبان واقعا مختص به این هستند که روابط خود را قطع بکنن با دیگر گروه و مستقیما صلح بین و گفتگو بکنن به حکومت؟ اگر ما افغان ها با هم جور بیم، نظام ما را تقویه کنیم، ضعیف نسازیمش، باز در ابد گروه دیگه نمیتونه که قزلم کنه در مقابل بجنگه. در وقت بسیار کم قلقه میشه. اما حالا چرا طالب رشد کرد؟ اینه براتون ما میگیم. وقتی که امریکا با شعار از بین بردن تروریسم و مواد مخدر و حکومت یک قوی مرکزی آمد، در 19 سال چی باعث شده که تروریسم از بین نبود؟ یک گروه بود، 21 گروه بدل شد جمع داعش. پس یعنی کاسه نیم کاسه بود؟ کار به دست خود ما نبود. از زمانی که اختیارات مملکت به دست خود ما شد، طرح و برنامه ما ریختیم، جنگ و صلح و انتخابات به دست خود ما باشد، به صلاحت برتون میتونم که ما دفاع کردیم. اما چگونه طالبان به حکومت افغانستان گفتگو بکنن؟ یک چیز دیگه ناصر به این نیستن و حتی حکومت را به رسمیت نمیشناسن. یک چیز دیگه برتون تکرار کنم، شما باور داشته باشین که اگر امی حکومت میگه
امریکایی نباشه ما درست نیستیم. چرا به بابا بردیس هستی؟ چرا به قهرمان عزیز هستی؟ شما باور کن کمیل اینمی نیروز که جنگ میکنه کدام امریکایی دین جنگ میخواد بود؟ قطعا جنگ نمیکنن. آیا ماسلم میشن کمک میکنن نیروی اوی نمیکنن. پس باور من به این نیروید باش، به امریکایی نیاز نباش، فقط توکلت بر خدا کو به این ملت قهرمان. مطمئنان بر تو که طالب حاضر میشه که اما کمک و هزینه اقتصادی چگونه خواهد شد اگر امریکا کمک نکنه؟ خب وقتی که پلان و برنامه نباشد در 18 سال نتونستیم ما خود کفا بسازیم، 20 سال دیگه هم نمیتونی. اما ما اطمینان برات میتم انزمی تریبون شما که اگر ما پلان برنامه داشته باشیم، تنها 4 بندر تا مکمل مالیات صادقانه بر که فساد به صورت نگیره به جیب 4 تا مافیا نره، تمام اردو پلیس مجازات بچره، تنها عایدات شهرداری کابل جمع کو ما اطمینان میتم برات میکنم، تنها عواید خود این مرکز کابل جمع کو تمام تا میچلونه، اما شرطی است که به جیب 4 تا مافیا نره. اما فکر نمیکنین که زمانگیر است تا او زمانی که این همه کارا صورت میگیره خب نیاز به حمایت خارجی ها است؟ اگر ما پلان بریزیم یک زمانی بود اصلا اردو پلیس دوره مکلفیت بود، هر کسی که دور مکلفیت تیر نمیکرد بی‌غیرت‌ترین مرد افغان اونم آدم بوده. چرا ما اشتباه مکلفیت بالکل از بین بودیم؟ امکانات ازی پس میره که ما مکلفیت قبل پس شروع کنیم. یعنی مکلفیت میتونم مشکل اقتصادی نیروی امنیتی را حل کنم. یک طرح هست مکلفیت. هزارات طرح دیگه داریم که ما میتونیم به طرف امسال بریم، یک حکومت قوی مرکزی هم بریم، مقابله با کشورهای دیگه کنیم. اما چگونه این طرح ها را در عمل پیاده بسازیم؟ در عمل چی؟ فقط اتفاق، فقط اتحاد، فقط همدیگرپذیری. شما اگه این فکر کنیم به این تمام توقع باشیم که امی حکومت باشه، طالب سلاح خود به زمین میگذاره با این مکت شریک میشه، 10 سال دیگه بزنین از این برات میگم والا گدی ارمان برسین. اگه طالب بگه که من حکومت سقوط میتم، والله بلا یک ولایت سقوط میده درود باد پسرها میشه آزاد میشه. اما شکل میشه که ما یک آیت مذاکره کننده جور که شد آیت روان میکنیم، هم طالب هم حکومت ها خلای اردو رو پر میکنیم، حکومت هم خلا داره، طالب هم خلا داره. وقتی که در بین اما هنگی ها نشستن قوت طالب جمع قوت خود حکومت چی میشه؟ اردو یک قوت بسیار قوی میشه. وقتی که اردو رو یک قوت یک نظام تحت یک نظام موجود کنیم، بعد از او کمک های بیرونی در یک شرایط ما میتونیم. اما مدیریت خیلی کلان نیاز داره که مثلا دو جناح بزرگ یکی شون و یک کس بتونه همه این جناها را مدیریت بکنه. کمال صاحب ناظرین قهت و رجال و لاغ باشه، به خدا شخصت هایی داریم که به اشاره چشم میره مدیریت میکنه، اما وقت برش مساید شود، فرصت بر از اون نصیب شود. اگر اردو در قابل حکومت بره بگه آتش بس کن، طالب بگه آتش بس نمیکنیم، با کدام طرف میریم؟ خود جنگ پس در میگیرن، جوانای ما روزانه 100 200 سال بالا کشته میشن. اما اگر طالب هم اقناع بسازیم که خارجی ها میگی توافق نامه امضا که خارجی میرن، بیا ما تو بیادر سیم سر یک میز بشینیم، چی میخوای؟ منافع کشور یا چیز دیگه؟ منافع کشور به چی تامین میشه؟ ده اتفاق وعدت پس به سلام بسم الله یک جا میشیم. در اون صورت امکانات از این میره که نام قبول کنه. اما اگر ما بگیم امین نظام امین حکومت باشه، طالب در عبد برات نبیاد به خاطر که قوت خود میدونه. دوم اگه طالب بگه که من حکومت میگیرم ولا یک ولایت به زور گرفته بتونم، پس بهترین راه گذشته فراموش دست به دست هم بتیم، چیز قوت طالب چیز نظام الحمدلله ما شما جوریم یک جا بالای از این مشوره کنیم چطور این دخیل بسازیم. آیا حکومت مشارکتی خوب است؟ آیا معقد خوب است؟ آیا درست از این کی بیاد که بتونه کل ملت؟ اما آقای غنی اصلا چنین طرح را نمیپذیره. حکومت که فعلا در رأس افغانستان قرار داره حکومت مشارکتی یا موقت امسال از اون نمیپذیرن. خب با این وضعیت چی کنیم؟ ما چی میگم؟ نپذیرفتنش جنگ است. برای آقای غنی یک چیز من پیشنهاد میکنم، والله که در حکومت غنی صلح بیاید، مدل 20 سال حکومت که رئیس جمهور غنی حکومت کنه، مدل از او عزت و حرمت و شرافتش برآورده میشه. در طول تاریخ به خط زرین نوشته میشه که در دور آقای غنی یک صلح دائمی در افغانستان آمد که مردم از جنگ دور شدن به طرف صلح ثبات و حکومت قوی مرکزی رفتند. این بالاتر از 20 سال حکومت است که جناب دکتر صدیق غنی کنه. اما اگر 5 سال دیگه حکومتی کنه، اما جنگ جریان داشته باشه، روزانه صدها جوان کشته شود و زنا بیوه شود، این ذلیل بودن ما را، خوار بودن ما را، تماما بی بدوباری بودن ما را نشان میده. امیدوار عزیز تو که در یک توافق کلی اول یک اجماع ملی جور شد. ببینید تا این حال با خود ما سیاسیون ما در بین جور نزن. رئیس جمهور با معاون اول خود جور نیست، رئیس جمهور با اجراح جور نیست، رئیس جمهور با کابینه خود جور نیست، رئیس جمهور با پارلمان توافق کلی نداره. پس بنان تا اینی چیزا را تک سالاری دور کنیم، ما یک اتفاق هم دستی نکنیم خدا. بعد از این مقصر اصلی چنین وضعیت کی است؟ بزرگترین مقصر در چنین شرایط در افغانستان؟ من میگم که در طول 5 سال آقای غنی باید یک تیم را
قوی مذاکره کننده را جور میکرد با اطلاعان میکرد. یعنی آقای غنی اگر نمیرفت طول 5 سال برای ما چی کرد؟ رای ما دادیمش، وعده کرد که سل بستان میارم، یک حکومت قوی مرکزی جور میکنم، دسترخوان میتونم پر از نان میکنم. چرا در طول 5 سال نتونست؟ پس من میگم 10 سال دیگه هم باشه نمیتونه، اما بهتر گزینه ایست که یک اجماع ملی قوی جور کنه، اختیارات عامتون برشون بده، با طالبان مذاکره رو مستقیم آغاز میکنیم. شما باور کنید که میال علمای جدید ما داریم که اگر اینا رو اختیار بده از روی استدلال قرآن و آیات و حدیث و اجماع ملی و قیاس تمام چیز قناعت میاد طالبان. سپاس از شما. شرطی است که حکومت هم از خود منو میخواد تیر شوه، طالب هم تیر شوه، ما بتونیم یک جا چیز جور کنیم که تمام اقشار ملت از این کشتن نجات بدیم و یک حکومت قوی مرکزی جور کنیم، در زیر یک چتر کل مازونی کنیم، اما از خدا کمک بطلبیم و پشتوانه ملت قرار بدیم. موضوع اقتصادی است، میتونیم روابط اقتصادی داشته باشیم با کشورها کمک. سپاس از شما آقای سید نقیب الله هاشمی، وکیل پیشین شورای ولایتی کابل. سپاس بنده های عزیز که تا این دم بیننده برنامه ما بودین. با افغان باشه، این شب شما بخیر.